بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالهم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برادران و خواهران بزرگوار خوشحالم که باز هم در خدمت شما بزرگواران قرار دارم از یکی دیگر از سلسله برنامه‌های اندیشه برتر یکی دیگر از شبهات معروف اسلام ستیزان و کسانی که با اسلام در ستیزند به خدمت شما بزرگواران عرض خواهم کرد و بیان خواهم کرد و پاسخش را خواهیم داد ان شاء الله چون بحث پیرامون تشریعات اسلامی و برخی از احکامی است که اینها بر اون احکام اعتراض دارن یا به اصطلاح بگیم شبهه پراکنی میکنن پیرامون این احکام حالا میخواییم به اصل این احکام بپردازیم که دو شبهه ای اساسی اینها دارن اول اینکه حالا چی این اسلام ستیزان و چی برخی از مسلمانان فریب خورده نعوذ بالله میگویند که اسلام یا احکام اسلامی برای زمان امروز ما قابل تطبیق نیست که این را میگذاریم الله در برنامه بعد و به صورت مستقل در بارش صحبت میکنیم بحث بعدی اینه که میگن از نمونه هایی که اسلام قابل تطبیق در عصر حاضر نیست نعوذ بالله اینه که فقها ها با هم اختلاف دارن <applause> خب ببینید چون فقها ها با هم اختلاف دارن اسلام نمیتونه قابل تطبیق باشه برحال ملحد اسلام ستیزان به صورت کامل حالا چی؟ ملحد و غیر ملحدش همین حرف را تکرار می کنن و بار بار از زبانشان شنیده شده و چی در میان عرب ها چی در میان فارسی زبان ها در میان یعنی اقوام مختلف و مردم مختلف و گروه های مختلف و زبان های مختلف این افراد وجود دارند شبهاتشان توتیوار همین تکرار میشه خب طبیعتا اینها نه از احکام اسلامی چیزی میدانند نه از اختلاف فقه ها چیزی میدانند فقط یعنی حالا یک مستشتق یک چیزی گفت و این بدبخت هم همین رو نشخار کرده روانند و تکرارش میکنن بدون اینکه بفهمند که پیامد این حرف ما چیست و اصلا معنای این حرف ما چیست حالا پیامدش بمانه اصلا معنا و مفهوم این حرفی که ما تکرار کردیم و گفتیم چیست به هر حال ببینید دوستان گرانقدر قبل از اون که وارد این مبحث بشیم که آیا اختلاف فقها ها ربطی به این داره که اسلام قابل تطبیق در عصر حاضر هست یا نیست اصلا ربطی به این مسئله داره و اگر داره چطور هست با سخش چیه الله قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم یک مقدمه و این مقدمه اینه که ما میبایست که دو نکته اساسی را بدانیم اولا شریعت اسلامی کامله و صلاحیت تطبیق در هر زمان و مکان را داره و این را الله در برنامه آینده بیشتر توضیح خواهم داد ان شاء الله و این که شریعت اسلامی کامل الله متعال سبحانه و تعالی میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین و من امروز دین را به شما تمام کردم و همچنین اینکه در هر زمان صلاحیت تطبیق را داره آيات متعددة في القرآن، جملة الله سبحانه وتعالى در سورة مبارکه أحزاب 36، الله مي وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ براي فرد مؤمن سزاوار نیست وقت دستور الله بر یک چیزی قرار میگیره اون بگه نه من این رو تطبیق نمی کنم از خود اختیاری دارم و به حال برای خود اختیار آن و در یک مسئله دیگر قرار بده این برای فرد مسلمان شایسته نیست بلکه ایمان را از فرد در واقع زائل میکنه و کل آیاتی که در قرآن عظیم و شن وجود داره که در این آیات مبارکه میبینیم که الله مطال یا ایوه الناس میگه یا نبوت پیامبر علیه السلام را جهانی و عالمی میدانه همه اینها در واقع نشان میده که این اسلام میبایست که دینی باشه که در واقع قوانینش و احکامش برای همه زمانها و همه مکانها شایسته باشه و سزاوار باشه و بعد از آن تحکیم مسائل شرع و احکام اسلامی بر امت اسلامی الزامی است اختیاری است، چنانچه در آیه 36 سوره مبارکه احزاب به خدمتتان اشاره کردم و همچنین میتوانیم توانیم به آیات دیگری در قرآن عظیم و شن به این مسئله اشاره بکنیم از جمله در سوره نسا آیه 65 الله میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجیدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما باید تسلیم بشه در برابر دستور پیامبر و در برابر حکم و رسول الله صلی الله عليه و وإن و این ادعا در واقع ناقضی از نواقص اسلامه بالله کسی معتقد باشه که اسلام قابلية تطبیق و صلاحیت تطبیق را در این زمان نداره چون در واقع حکمت الله مطال سبحانه و تعالی حكمة الله سبحانه و تعالی را چی میکنه؟ سوال میبره که الله نعوذ بالله یا علم پروردگار را زیر سوال میبره با این حرفش نعوذ بالله و این مسئله را انشاءالله در برنامه بعد تفصیل خواهم داد اما لازم بود که این مقدمه کوتاه را داشته باشیم تا اینکه حتی اگر فرد مسلمان نعوذ بالله به این اعتقاد و باور اعتقاد و باور خودش را اصلاح بکنه چون این کفره چون این اعتقاد و باور کفر است و فرد را از دایره اسلام خارج میکنه و مرتد میسازه اما مسئله دیگری که در اینجا مطرح میشه که حالا خواسته باشیم به اصل شبه بپردازیم اینه که اساسا اسلام تأکید میکنه برای عدم اختلاف که اختلافی وجود نداشته باشه و تشویق میکنه که اختلافات برچیده بشه همچنان که الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نسا آیت 59 هم الله میفرماید فا تَنَازَعْتُمْ تنازعتم فی شیئ فردوه الی الله و الرسول اگر شما در چیزی اختلاف کردید آن را ارجاع بدید به الله و پیامبرش علیه صلات و السلام به الله ارجاع بدید یعنی به قرآن به پیامبر ارجاع بدید در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به شخص و ذات پیامبر علیه السلام و, و بعد از ایشان به سخنانشان به احادیثشان و آن چی که از پیامبر علیه صلات و در این راستا روایت شده پس بنابراین میبینین اسلام عزیز تأکید میکنه برای چی؟ برای برچیده شدن اختلافات و از طرف دیگر احکام شرعی که در آن اختلاف در واقع به وجود آمده نیاز هست که بر اساس یک منهج علمی و تعامل درست این اختلافات باشه یعنی اسلام یک سری اصول و ضوابطی را گذاشته و یا منهجی را در تعامل با این اختلافات و تعامل با احکام شرعی را گذاشته اینطور نیست که هر کس بیاید بگه من اختلاف میکنم مثلا من با علما اختلاف دارم یا من فقیه هستم خب باید تعریف فقیه در او صادق بیایه و بعد از آن این اختلافات در چی موردی باشه در کدام مورد باشه می باید که این مسائل مورد بررسی قرار بگیره یک سری معیار هاست و یک سری معیار هایی که از کتاب و سنت در واقع گرفته میشه و از بقیه قواعد و مقاصد شرع در واقع گرفته میشه و می باید که این منهج در واقع تطبیق بشه در اختلافات این منهج تطبیق بشه اینطور نیست عرض کردم به خدمتتون که هر کس بیه بگه من اختلاف دارم برای فهم بیشتر این مسئله نیاز هست که یک سری مسائل را به خدمت شما بزرگواران توضیح بدم اولا باید بدانیم که احکام شرع احکام شرع یک سری مراتبی داره بعضی از این احکام معلوم من الدین به ضروره هست یعنی یک سری اصول و ثوابت است که در آن اختلافی وجود نداره و اگر کسی بیای خواسته باشه که سر اختلاف بگیره با این مسائل بدون شک و تردید بدون هیچ درنگی رد میشه و زده میشه به دیوار و هیچ التفات و توجهی به اون نمیشه چون اینها معلوم من الدین به ضروره هست درسته؟ مسائل اصول و ثوابت در اینها اختلافی وجود نداره بعضی از مسائلی یا بعضی از احکامی هستند که در اونها اجماست و بر شخص جایز نیست که شذوذ بکنه و تفرد بکنه در برابر این اجماع بلکه کسی که تفرد میکنه و شذوذ میکنه از این اجماعی که صورت گرفته چون امت بر یک مورد اجماع کرده شخص شذوذ میکنه در واقع در ضمن این آیه مبارکه قرار میگیره که الله متعال در سوره مبارکه نسا آیه 115 میفرماید که و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین و کسی که مخالفت با پیامبر میکنه غیر راه پیامبر انتخاب میکنه بعد از اینکه حق برایش ثابت شده هدایت برایش واضح شده و راه انتخاب میکنه که راه مؤمنین نیست یعنی خلاف راه مؤمنین را انتخاب میکنه نوالیه ما تولا و نسلیه جهنم و سا و, ساعت مصیر و الله سبحانه و تعالی میگه او را ما به جهنم میاندازیم به خاطر این کارش چون در واقع اختلاف با پیامبر کرده و خلاف راه مؤمنین را برگزیده پس بنابراین مسائل که اصول و ثوابته واضحه و مسائلی که در اونها اجماع هست مجال برای کسی داده نمیشه که تفرد بکنه یا شذوذ بکنه اگر تفرد کرد و شذوذی در این مسئله رخ داد کسی به آن التفات نمی کنه و توجهی نمیکنه اما بعضی از مسائلی هستند که در آن اختلاف است روی بعضی از احکام اختلاف وجود داره و اکثر این مسائل به هر حال اسبابی در نزد علما داره شما اگر بعضی از کتب را مطالعه بفرمایید مثلا کتاب هایی که در باب اسباب اختلاف علما نوشته شده یعنی منظور ائمه بزرگوار علما و فقها مثلا کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله رفع الملام عن الائمه الاعلام ایشان ده سبب از اسباب عمده و اساسی که باعث اختلاف در میان علما را شده ذکر میکنه یا علامه شاه ولی دهلوی کتابی داره در این راستا امام شوکانی در این راستا کتاب داره و برخی دیگه از علمای معاصر هم حتی کتاب در این راستا دارن که اسباب اختلاف علما را ذکر میکنه و میگه که به این واسطه علما با هم اختلاف کردن گاهی اوقات مثلا اختلافشان روی یک مسئله هست که یعنی آیا این دلیل ثابت یا نیه و اگر این دلیل ثابته این برداشت برداشت دقیقی هست یا برداشت دقیق نیست متوجهید و و آیا این حکم این حکم در واقع حکم با واقع هست یا خلاف واقع و آخر مسائل دیگری که وجود داره به هر حال حالا حال نمیخوام که این مسئله رو بایتان تفصیل بدم پس شما میبینید که حتی در این مسائل اختلافی اساس اختلاف بر یک مبنا و بر یک منهجیت اینطور نیست که هوایی باشه هوایی باشه یک کس خلاص شنیده که فلانی اینطور گفته پس من مخالفش میگم تو چی هستی که مخالفش میگی میباید که بر اساس دلیل باشه بر یک مبنای علمی باشه این حرف مبتنی با علم باشه و بر مبتنی بر اصول و منهج علمی باشه درسته؟ و بعد از آن همین اختلاف را باز علما به دو دسته تقسیم میکنن حتی همین مسائل اختلافی را یعنی وقتی شخص می اختلاف میکنه این اختلاف به دو قسمه یک اختلاف اختلاف صائغه یا اختلاف گوارا اختلاف درست اختلاف بجا اختلاف صحیح درسته که این در واقع همان مسائل اجتهادی مثلا اختلاف میکنه در مسائل اجتهادی در مسائلی که نص صریحی یا اجماعی در اون مسئله نیامده در این مسئله اختلاف میکنه و در این حال حتی در همین راه هم حتی در همین راه هم کوشش میکنه که بر اساس شروط و منهج علمی روان باشه عرض کردم به خدمتتان و دنبال خواهشات نفسانی و دنبال هوا نیست یعنی اهل احوا نیست بلکه اهل حق و بر اساس یک منهج علمی حرکت میکنه به این میگن اختلاف سائق در مسائلی که مجال اختلاف داره مسائلی که اجتهادی هست به این میگن اختلاف اختلاف سائق درسته؟ یک نوع اختلاف اختلاف غیر سائقه اختلاف نامناسب اختلاف نادرست اختلافی که مجالش نیست نباید در این مسئله اختلاف بشه مثلا شخص دلیل برایش نرسیده بر اساس بی دلیل حرف میزنه یا اینکه استدلالش به شدت ضعیفه یا اینکه قولش قول شاذیه اصلا یک اختلاف میکنه در یک مسئله که مثلا نعوذ بالله گاهی خود در ثوابت می اختلاف میکنه اختلافش به دیوار زده میشه و در عین حال در عین حال یا میه به یک مسئله که اجماع هست اختلاف میکنه توجهی به اختلافش نمیشه توجهی به اختلافش نمیشه پس یک منهجیتی در اینجا وجود داره دوستان گرام قطر یک منهجیتی وجود داره و تبیس که به همچون موردی که فرد میبینیم مثلا بدون دلیل یا به استدلال مریض و استدلال نادرست یا هم با اقوال شاذ چسبیده خب تبیس که به این میگن این زلت عالم یا به اصطلاح میگن این خطای عالم لغزیدن عالم کسی توجه به حرفش نمیکنه بلکه قول راجه را فرد میگیره قول راجه عمل میکنه درسته از طرف دیگر دوستان گرانقدر چی چه ربطی داره میان اختلاف علما و میان اینکه اسلام قابل تطبیق در اصر حاضر نیست چه ربطی داره اصلا چون علما اختلاف دارن نمیتونه این مس... اسلام تطبیق بشه اسلام در طول تاریخ تطبیق شده در زمان رسول الله علیه السلام، در زمان خلفای راشدین، در زمان خلافتی که تا زمانی که خلافت بوده و یعنی کشورها بودن و سرزمینها بودن عملی شده و فعلا هم کشورهایی هستن که تا جایی که یعنی تا یک حد اعظمی تطبیق میکنن آن را چی ربط به اختلاف علما داره؟ که اگر اختلاف علما باشه قابل تطبیق نباشه یعنی چی؟ ربط به این مسئله نداره بلی اگر از نظر یک متعصب مذهبی ببینیم شاید یعنی این حرف تا جای مناسبه که ما مثلا قوانین را متمرکز بکنیم بر یک مذهب خاص خب طبیعی است که نمیتونه یک مذهب خاص چیکار بکنه جوابگوی همه اشکالات باشه و جوابگوی همه موارد باشه منظورم مذاهب فقهی هستند مذاهب فقهی که در واقع اختلافشان اختلاف سائقه نه اختلاف نابجا است اختلاف نادرست درسته؟ حالا جواب الزامی بر این مردم شماهایی که این اعتراض را میکنید خودتان به دموکراسی باور دارید مگر ندارید؟ دارید به دموکراسی احکام و قوانینتان بر اساس دموکراسی است حتی در معنا و مفهوم دموکراسی صاحب نظرانتان با هم اختلاف داره در قوانین با هم اختلاف دارن در موارد مختلف با هم اختلاف دارن و شما در تطبیقش تلاش میکنید جواب الزامی است وگرنه نه دموکراسی کجا و اسلام کجا جواب جواب الزامی بر مخالفینه شمایی که یعنی باور دارید به دموکراسی به عنوان مثال از جمله افکار و اندیشه های گندیده ای که در میان کشورهاست و امروز هزاران و میلیون ها نفر به خاطر آن کشته شده به خاک خون کشیده شده به خاطر تطبیق دموکراسی در جهان شما میبینید که حتی در اصل دموکراسی با هم اختلاف داره یعنی این به این معناست که مثلا اگر جواب الزامی به این مردم بدیم به این معناست دموکراسی دیگه خلاص به نظر شما هم باید قابل تطبیق نباشه دیگه صاحب نظرانتان با هم اختلاف دارن به اصطلاح اندیشمندانتان و دانشمندانتان در این راستا با هم اختلاف دارن پس نمیتونه قابل تطبیق باشه یعنی با این منطقتان جواب الزامیه باید این رو پاسخ بدید پس این رو چی میگید سبحان <تصفحان> الله و از طرف دیگر دوستان گران قدر اکثر کسانی که این ادعا را میکنند خصوصا از سکولارها که خودشان را باز منتصب به اسلام میکنن. کنند متأثر از شبهات اسلام ستیزانند و گهگاهی می بینیم که این حرف را میگن شما یقین کنید که اکثرا این مردم هدفشان حتی از بین بردن ثوابت و اصوله در آنچه که حتی اختلافی وجود نداره یعنی معلوم من الدین به ضروره هست هیچ حرف و حدیثی درباره آن نیست هیچ اختلافی درباره آن نیست چی میگن؟ میگن که بله حتی این هم زیر سواله مثلا در حدود ارز کردم به خدمتتان در برنامه های گذشته ما به صورت مفصل صحبت کردیم تک تک از حدود را یعنی آنجایی که لازم بود برامون حد دزدی حد قتل یا قصاص به اصطلاح حد زنا حد ردت حد قذف و بقیه صحبت کردیم مفصل پرداختیم به اینها شما دقت کردید حتی اکثر همین کسانی که خودشان را مسلمان میگن سکولارن اینها حتی اعتقاد و باور به تعطیل اینها دارند در حالی که در اینها اختلافی نیست که یعنی در تطبیق اینها اختلافی وجود نداره اینها فرض از فرائض الهی اکثر اینها واجباتن و میبایست که الزامن اینها اجرا بشه اما شما دوست دارید اینها اجرا بشه که شما چسبیدید به این که اختلاف فقه هاست دروغ میگید شما اصلا اعتباری به اختلاف فقها ها نمیدید اساسا مشکل اینها با دینه مشکل اینها با اسلامه معاندند حالا فهمیده یا نفهمیده با اسلام مشکل داره بعضا از اینها خوب اسلام ستیزان یعنی بیرقی هستن آشکارن واضحن که واقعا اینها دشمنی با اسلام دارن یک تعداد دیگر اینها مسلمانانی هستند که البته مسلمانان تذکر ای که فقط به نام مسلمانه نامش مسلمان نام پدر مسلمان خانواده مسلمان اما در واقع متأثر از افکار دشمنان اسلامه و این حرف رو تکرار میکنه سؤال من از این فرد اینه که تو واقعا با اختلاف فقها مشکل داری یا اینکه نه واقعا اساسا با اصل اسلام مشکل داری با اصل اسلام مشکل داره با اساسات اسلام مشکل داره اون یک فقط یک ترفند فریب بازی است که مسلمانان را بفریبند که بله چون اختلاف فقه هاست پس بنابراین نمیتونه تطبیق بشه که من در برنامه یاتی ان الله این مسئله رو بیشتر تفصیل میدم که آیا اسلام لیاقت تطبیق را داره یا قوانینی که دستاخته بشره و قوانین وضعی که امروز وجود داره این را انشاء الله به طور مفصل برایتون توضیح خواهم داد همه جوانبش را ان الله پس بنابراین اینها دوستان عزیز هدفشان اینه که میخواهند بر اساس اهوا و خواهشات نفسانیشان رفتار بکنن و از هم مهمتر هدف اساسی تر اینها اینه که قوانین غربی را در میان مسلمان ها عملی بسازند یعنی اسلامی میخواهند که وفق قوانین غربی باشه باز همین که میگیم قوانین غربی یک تعداد بعدی غربی ها هستن که امروز کامرا ساختن غربی ها هستن فل... بابا جان اینها تکنولوژی سین ها ربط به قوانین نداره عقل هایتون را به جا بگیرید کسی با اینها مشکل نداره کسی بره مثلا از یه غربی تقلید بکنه کامرا بسازه من دستش رو میبوسم با عنوان یک مسلمان دست اون مسلمان را خواهم بوسید کافرین بر تو ولی مشکل اساسی اینه که اینها میخوان قوانین دست ساخته و قوانین ضد بشری و ضد انسانی و بلکه ظالمانه غرب را بر مسلمان ها بقبولانند درسته؟ و حتی اخلاقیات اونها را در میان مسلمان ها بیارند اخلاقیات پست و رسلی که متاسفانه در میان غربی هاست از روابط نامشروع از عجایب و غرایبی که در میانشان وجود داره از هم کرایی، هم یعنی والله یعنی انسان در... یعنی دستان گران قدر یعنی تعفن و بدبوی هایی که بدبوی هایی که وجود داره با عرض تاسف چندش انسان میایه ولی اینها رو این افراد میارن که بله غرب پیشرفت کرده غرب پیشرفت کرده مگر به خاطر اینها بوده به خاطر این لخت و برهنگی و به خاطر هم جنس و به خاطر اینها بوده یقین کنید که اگر این حالت امتداد پیدا بکنه همون اندک پیشرفتی هم که کرده همون هم خواهد افتاد چون دیگه بشری باقی نمیمونه که اینها پیشرفت بکنن همه تبدیل میشن به حیواناتی نعوذ بالله مرد با مرد زن با زن در برنامه های گذشته هم من یک صحبت پیرامون این مسئله داشتم درسته و حتی با حیوانات حتی با حیوانات شما انتظار دارید که این پیشرفت باشه شما باور کنید که خصوصا سکولارهایی هایی که در سرزمین های اسلامی هستند دست پرورده های غرب فریب خوردگان غرب همین را میخواهند میخواهد که جامعه اسلامی اینطور جامعه باشه مانند جامعه غربی مانند جامعه غربی مثلا میگم برای تا چند وقت قبل یکی از من پرسید یکی از این سکولارها که آیا دوست چرا شما ها نمیگذارید البته اون میگفت چرا شما ملاها نمیگذارید که در افغانستان دیسکوتیک باشه من گفتم دوست داری که کسی از خانوادت مثلا مادرت خواهرت کسی بره در اونجا دوست داری حالا تو که مثلا به دختر به یک دختر دیگری دوست داری که در دیسکوتیک باشه بری با او خوشگذرانی بکنی یا مادر کسی باشه یا زن کسی باشه به هر خواهر کسی باشه خب خو برای خواهر خودت برای مادر خودت دوست داری گفت بله دوست دارم گفتم خلاص حرفی با تو ندارم. تو انسان بیغیرتی حالا دیگه نمیشه از این بیشتر با تو رفت از این بیشتر دیگه نمیشه با تو رفت ولی یک انسان با غیرت یک انسان با عزت حتی که بیدین باشه عزت داشته باشه غیرت داشته باشه از این کار بدش میایه برای خواهرش برای مادرش برای خانوادهش این کارها رو دوست نداره اما برای دیگران بره خوشش میه شما باور کنید که اینها اینقدر یعنی غرب غرب میگن هدفشان اینه تطبیق همچون کارهایی ای کاش اینها برای پیشرفت بکنند در تکنولوژی تکنولوژی رو یاد بگیرن از غربی ها این چیزها مهم نیست اصلا مهم نیست پیشرفت یعنی چی کیلو چند به اصطلاح پیشرفت کرده چند بابا جان نه 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 این 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 قوانین رو میخوان اخلاقیات رزلی که در میان غربی هاست اینها رو میخوان در میان مسلمان ها تطبیق بکنن قوانین ضد بشری و ضد انسانی و ظالمانه ای که توسط غربی ها ساخته و پرداخته شده به نفع قدرتمندان اینها رو میخواهند که در جامعه اسلامی تطبیق بشه بنابراین اینها همه حرف مفته نمیدانم چرا فقه ها با هم اختلاف دارن پس این اسلام قابل تطبیق نیست یعنی چی؟ این چی دلیلی هست؟ این چی حرفیه؟ چی مزخرفیه که متاسفانه از دهان اینها خارج میشه؟ اساسا عرض کردم به خدمتتان دوستان عزیز هدف اساسی اینها از بین بردن اصول و اساسات و ثوابت اسلامه هدف اینها از بین بردن اخلاق مسلمانه هدف اینها از بین بردن اخلاقیاته هدف اینها تباه کردن جامعه اسلامیه هدف اینها راضی کردن سران و قدرتمندان غربی است هدف اینها اینه که در جامعه اسلامی به هر شکل ممکن قوانین و اخلاقیات رزل غربی ها را تطبیق بکنند فقط همین همه اینها حرف کردن به خدمتتان حرف بیجاست که نمیدانم فقه ها با هم اختلاف دارن و نمیدانم این گونه است و آن گونه است و از این حرفا پس خلاصه ای کلام دوستان گران قدر اسلام عزیز اساسا اختلاف را دوست نداره نمیخواه اختلاف باشه اما گاهی اوقات اختلاف بر اساس برداشت هاست و این برداشت ها در مجال اجتهادی است در مسائل اجتهادی است و اشکالی نداره در مجال اجتهادی است هر کدام از خود دلایل دارن دلایل موجه دارن دلائل قوی دارن دلائل منطقی دارن حرفشان مستدل حرفشان مدلله، و حرفشان بر اساس دلیل پس بنابراین همچون اختلافی باعث نمیشه که امت اسلامی را چی بکنه؟ امت اسلامی را به رکود رو رو بسازه باز از طرف دیگر اصلا شما فرض کنید همین اختلاف را همه را میاندازیم اون طرف درسته؟ همه را میاندازیم اون طرف در مسائل اختلافی البته نه در اصول و ثوابت و در مسائل اجماعات و اینها در مسائل اختلافی که مجال اختلاف داره و ما بر اساس همین منهج برداشت از کتاب و سنت میکنیم آیا شما سکولارها راضی میشید آیا شما اسلام ستیزان راضی میشید که اسلام تطبیق بشه والله والله بله، بالله تالله که راضی نمیشن هدف این نیست دوستان گرانقدر عرض کردم به خدمتتان خلاصه ای کلام من اینه که اینها هدفشان از بین بردن اصل اسلامه شوکت و عظمت اسلامه به هر شکل ممکن تلاش میکنن که با اسلام مبارزه بکنن چون اسلام برای سران و بزرگان اینها یک برحال عظمت و بزرگی که داره همه را ترسانده لرزانده میترسن چون میدانن که اسلامه که میتونه در برابر این لجام گسختگی غربی ها استادگی بکنه چون میدانند که با تمام قدرت و با تمام توانی که داشتن دولتهای اسلامی و دولت اسلامی را از بین بردن و میبرند و در برابر آن کوشش می که قوانین خود را در سرزمین های اسلامی تطبیق بکنند اما ناموفق شدند و ناموفقند تا به حال ناموفقند نمی توانند ناراحتند غمگینند که چرا چرا پس بنابراین کوشش میکنن به هر خس و خاشا که دست بیندازند و به هر جهتی افرادی را بفرستند در میان مسلمان ها تربیت بکنن در میان مسلمان ها که شما برید این حرفا را بگید و عجیب اینه که اکثر اینها خودشان را منتسب به اسلام میکنن میگن ما مسلمانی ما دین داریم و ما ایمان داریم البته اون اسلام ستیزان خب اصل شبه از اونها برمیخیزه اصل شبه از ملحد برمیخیزه بعد از آن متاسفانه یک تعداد سیکولار مسلمان نما هم همین خزعبلات را تکرار میکنه نعوذ بالله در حالی که اینها کفره و در واقع ایستاده شدن در برابر فرمان الله ایستاده شدن در برابر دین الله ایستاده شدن در برابر قرآن اسلام شدن ایستاده شدن در برابر پیامبر علیه صلوات و سلام و مقابله با اسلام و ترویج فرهنگ نامناسب و رزل و اخلاق زشت و پلید غربی هاست فقط همین خلاصه کردم جزاکم الله خیرا و بارك الله فیکم برادران و خواهران بزرگوار ان الله که من در برنامه آتی به خدمتتان وعده میدم که پیرامون این مسئله به صورت مفصل بپردازم که آیا اسلام صلاحیت تطبیق را در عصر حاضر داره یا نداره ان الله به صورت مفصل به این مسئله خواهیم پرداخت تا برنامه بعد و دیدار بعد همه شما را به الله پاک هم همتا می سپارم. الله متعال یار و باشه السلام علیکم ورحمه الله وبركاته